روز دوشنبه در شهر اسلام آباد اعتراضگران برای مدتی کوتاه قرارگاه تلویزیون را اشغال نموده فعالیت آن را به سر و سامان کردند. با ورود پلیس آنها بدون مقاومت از قرارگاه خارج شدند. برخورد پلیس با اعتراضگران در نزد قرارگاه سروزیر پاکستان نواز شریف به قید گرفته شد. سروران مخالفین عمران خان و طاهر القدری نواز شریف را با تقلب در انتخابات عمومی سال گذشته متهم کرده استعفای او را طلب دارند. در کابل وزارت کارهای خارجی افغانستان اعلان کرد که راه نوی تجارتی به فعالیت آغاز کرد که آسیای مرکزی را توسط ایران به هندوستان می پیوندد. و قبل منصبداران افغان مال و کالا از پاکستان عبور نخواهد کرد. واردات از هندوستان با راه بحری به بندر چابهار ایران و از آنجا با راه زمینی به افغانستان انتقال خواهد یافت. در شهر جنوبی بیسلن روسیه سال نو خانیش با اشک در چشمان آغاز یافت. حاضرین دهمین سالگرد کشتار دستجمعی در مکتب میانه این شهر را با مراسم سوگواری یاد کردند. سال 2004 جدای خواهان چچن در دوام 3 روز خوانندگان گیمنازیای بیسلن را به گرو گرفته بودند. از میان 334 نفر شمار زیاد به هلاکت رسیده، در ترکش و تیرباران بینای مکتب کاملا تخریب شد. در شهر کیو اوکراین کودکان از آیله های بیخانه و درمانده شرق این کشور به مکتب ها رفته، همراه با دیگر همسینفانشان سرود ملی اوکراین را زمزمه کردند. مردم زیادی از شرق اوکراین از خوف برخوردهای نیروهای حکومتی و نیروهای جدایخواه رو به مسکو به گوشه های دیگر این کشور کوچ بستند. همسر پرزیدنت اوکراین پترو پروشنکو مارینا در پیامش به کودکان گفت آنها بخشی از آیله اوکراینی هستند. در این مکتب شخصی را مدیر تعیین کردند که ماه مرد بعد اشغال قریم از طرف روسیه به کیف هجرت کرده است. در ترکمنستان سال نو خانیش با زنگ اول شروع شد. امسال این کشور آسیای مرکزی مدت تحصیل کودکان در مکتب‌های میانه را از 11 تا به 12 سال تمدید کرد.